سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم امیدوارم که حالتون خوب باشه یه وقتی در حوزه رسانه انقدر فضا متلاطم یا پرفراز و میشه که بعضی وقتا آدم تمرکزش از دست امیدوارم بهترین حال رو الان داشته باشید دوستان یه توضیح کلی میخوام بهتون بدم دو تا مسئله هست که به عنوان پرونده داریم پیگیریش میکنیم یکی بحث ماجره ورزشگاه تبریز یکی بحث اتفاقات آبادانه یکی هم بحث ترور این شهید مدافع در دهرانه. میخوام بگم در جریان باشید اگر در ویدیوهای ما میبینید که به طور دنبال دار این ستا داره پیگیری میشه از این جهت هست اگر موافق باشید یک گزارش رو میخوام برای شما بخونم دوستان بیشتر از اینکه بخوام به گزارش صهیونیست ها اشاره کرده باشم میخوام شما کمی فکر بکنید به یک نکته و اون نکته اهمیت جنگ روایت هاست ما در حوزه ابزار رسانه ای برخلاف پهوات سازی و موشک سازی در وسط تکنولوژی از دشمن خودم عقبیم دیگه آقا عقب میتونیم جبرانش بکنیم این گزارش نشون میده که یه جاهای جبران شده اصلا یه جایی ما جلوتریم یه جایی اونا به چالش کشیده شدن نمیخوام بخونم که بگی ما آدمای خفنی هستیم میخوام بخونم فکر بکنید آقا چه میشه در جاهای دیگری این رو تکرارش کرد گزارش ساز از اندیشگره امنیت ملی رژیم صهیونیستی خلاصه افشینه میگه ببین در جنگ روایت ها میدان را به نیروهای مقاومت غزه باختیم اصلا از ایران و فلسطین صحبت نمیکنه میگه تو جنگ رسانه ای از اینا باختیم آقا چجوری ممکنه تو این همه رسانه داری شبکه های اجتماعی دست توه فرد در تهران ترور میشه به محض اینکه اسمش مشخص میشه هشتگ اسمش تو اینستاگرام محدود میشه پس فضا دست توه دیگه تو جنگ روایت ها رو با وجود همه اینا وقتی. خب دیگه یعنی یه جای کار میلنگه ببین یاد صحبت های رهبر یمن افتادم خطاب به سعودی گفته بود که وقتی آسمون با تو زمین با تو دریا با تو اصلا همه چی با توه ولی تو داری شکست میخوری یعنی خدا با تو نیست یعنی یه مقدار خودت بیا یعنی بفهم که مسیری که در پیش گرفته این مسیر غلطیه بریم این گزارش بی‌نظیر رو بخونیم و به نظرم چند تا نکته هست که خدمت شما عرض کنم ابتدای گزارش نوشته که مقاومت فلسطین موفق شده خودش را به عنوان حامی قدس معرفی کند آ این روایت از چه جهتی مهمه اصلا گزارش از چه جهت مهمه ببین این مدلی که اینجا داره ارائه میده و این صحبت که این اندیش داره توضیح میده پیام واضحش اینه همه فضاسازی هایی که از میدان تا رسانه روی میز رژیم سیاسی قرار گرفته نخبه اینجا ترور میکنه و تیتر یک روزنامه رژیم سیاسی میکنه برای اینه که این جنگ روایتی که درش یقین داره شکست خورده رو جبران بکنه من ساده میکنم خدمت شما یه سال تکراری میخوام بپرسم وقتی هنوز سمت اون فردی که در تهران به شهادت رسیده و ترور شده مشخص نیست و خود صهیونیست ها هم خبر ندارن چطوریه که همه روزنامه های رژیم عکسش رو بزرگ تیتر یک میکنن میگن در تهران ترور شد خب تو که نمیدونی این کیه هر کدومتون دیگه حرفه چرا انقدر در تیتر یک های شما این اسم و این عکس بولد شده به خاطر اینکه اون یقین داره جنگ روایت ها رو باخته و میدونه به زوری یه تشری میخواد بهش زده بشه میخواد یه جوری از هان رو مدیریت بکنه فضا رو مدیریت بکنه من خدمت شما عرض کردم توی این گزارشم که در خصوص سریال پیش روی رژیم سیانسی به شما ارادم توضیح دارم گفتم این کاری که این داره انجام میده سریال درمانیه تو دو سه هفته بیش از ده ها نفر در فلسطین اشغالی کشته و زخمی شدن یعنی بدون اینکه جنگی صورت بگیره فلسطینی ها دارن اونجا ایجاد وحشت میکنن اونجا موازنه وحشت رو تغییر میدن خب چیکار کنم چه چی جوری مدیریتش بکنم من که ابزار میدانی ندارم فرمون دستم در رفته باید سریال درمانی کنی باید رسانه درمانی کنی و این اتفاق از سوی اونها داره رخ میده بریم گزارش رو با هم بررسی بکنیم میگه اینا موفق شدن خودشون رو حامی قدس معرفی بکنن و یک شکست میدانی رو به صهیونیست‌ها وارد بکنن ببین اینو مرکز مطالعاتشون داره میگه در جنگ سال گذشته 11 روز اینا درگیر تو غزه موشکباران کردن غزه رو و ما میگفتیم این موشکباران نگاه نکن اینا شکست خوردن 4000 تا موشک شلیک شده گنبدهای های از زده اینا میگفتن دروغه الان مرکز مطالعات اینا داره میگه آ همش راسته ما شکست خوردیم پس چرا رسانه یه چیزی میگن رسانه رسانه نیستش که بوق عملیات روانی بوق عملیات روانیه اگر جرأتشو رو داشتن در شبکه اجتماعی در پیام رسان ها رسانه های مقاومت رو هست می کردن الان کاخ های اینها بدون اینکه ما اقدامی انجام در هم شکسته بود به خاطر اینکه برندگی صدای ما از برندگی شمشیر اونها بیشتره اونا اینو میدونن اونا میدونن که اگر قرارش حقیقت گفته بشه فرمان از, از, از اینا در میده دنیا رو و افکار عمومی رو, رو دارن با رسانه مدیریت میکنن اینجا به همین اشاره کرده میگه اینا موفق شدن یک ضربه میدانی به بزنن. بعد میگه که تلاویو در ترمیم ضرر و آسیبی که حماس به روایت خودش رسانده با سختی و موانع مواجه هست ببین دوستان یادتون باشه اینا میگفتن که یه گروه تروریستی نمیذاره مسئله فلسطین حل بشه ما میخوایم مسئله فلسطین رو حلش کنیم یه گروه تروریستی نمیذاره همین گروهی که تو غزه ایران هم سرشه تو کل جهان عرب هم داشتن اینو جا میداختن از قطر داشتن رو جا می تو امارات و عربستان و کجا و کجا میگفتن اینه که تو غذا این تروریستن ایران هم پشت سر ایناست این دوتا را افتادن نمیذارن مسئله هر و حیات اینها در همین تروریست پروریه اینا در ما میگفتن دیگه الان هم دارن میگن الان در ما اینو داره گفته میشه خب الان حرفی که این داره میزنه چیه میگه شما وقتی نگاه می‌کنی به این جمع نمیرسی که حماس موفق شده این رو به همه توضیح بده که اولا من تروریست نیستم دوم من من حامی قدسم دوم من مدل من جواب میده میگه وقتی نظر سنجی رو نگاه میکنی حتی فلسطینیا به دو کشوری هم قانع نیستن میگن که فقط فلسطین اینجا فقط فلسطینه بعد دیگه مدل جنبش خودگردان و اینا هم قانون نیستن به مدل امارات و عربستان اینا هم قانون نیستن اینا میگن مدل حماس جواب میده و وقتی تو میگی مدل غزه جواب میده وقتی ایران پشت غزه است یعنی مدلی که ایران داره ازش حمایت میکنه جواب میده دیگه یعنی میگه در جهان عرب این داره باب میشه این حرف داره پذیرفته میشه در همون جهان عربی که ما رفتیم هزینه کردیم گفتیم که اینا تروریستن پیرو ایران هستن یعنی چه جنگ روایت رو اینو باختن اینا به این یقین رسیدن که جنگ روایت رو باختن شما یه لحظه تصور رو کنید های در فلسطین اشغال روخ داده بعد اینا اعتماد به نفسشون بالا رفته بعد از کارهایی که نیروهای محمد به خصوص حماس انجام دادن و شما وقتی نگاه میکنیم میگه که من تا دیروز میگفتم حماس تروریسته الان کل فلسطینی ها میخوان مشابه این رفتار کنن خب تروریست ده هزار نفر صد هزار نفر یه میلیون نفر کل فلسطینی رو که دیگه نمیتونم بگم تروریسته که پس ورق برگشته یه نکته ای میگه اینجا که من اجازه میخوام سریع خدمت شما عرض بکنم دوستان عزیز کاش میشد گزارش کاری که اسماعیل قاانی این روزها روی میز گذاشته رو رسانه ای کرد من فقط یه ذره شو برای شما میگم وقتی در دوره حاج قاسم ما در داخل غزه و صهیونیست‌ها می‌جنگیدیم خروجی این بود که تو موشک تو شلیک می‌کردی اون ضربات بی رو در داخل غزه به نیروهای مقاومت میزد ما باید میگشتیم یه راهکاری پیدا بکنیم که در جایی ضربه بزنیم که اگر خاص پاسخ بده اگر خواست با اون ضربه مقابله بکنه بیشترین خسارت رو مقاومت اینه. شما وقتی از غزه ضربه میزدین بیشترین خسارت وارد میشد دیگه بیشترین خسارت و بیشترین ضربه رو وارد میکرد به نیروها که در غزه بودن فضای خودش هم زمانی که داشت به غزه حمله میکرد متشنج نمیشد چرا چون اون داشت حمله میکرد مردم خودش که اونجا نبودن ببینن بترسن که کار بزرگی که اسماعیل قانی انجام داد و اینها تا مغز و سخونشون این رو حس کردن این بود که گفتش که میخوام از امروز یه جوری ضربه بزنیم که اگر خاص پاسخ بده مردمش بترسن این چه جوری میشه این کاری کرد پاسخ رو باید تو عمق سرزمین های اشغالی 1948 بهش بزنی که وقتی اسلحه کشید عامل انتحاری رو بزنه با زوره تولید وحشت علیه مردم خودش میشه چون مردم میگن اینجا فضا ریخته بهم چه خبره ببین تغییر موازنه که صورت گرفته خیلی هوشمندانه است از روی گزارش این اندیشکده میخوام برای شما بخونم یکی که اولین کاری که اینها انجام دادن این بود که مرکز درگیری و جنگ را در این مرحله از غزه به جبهه های شرقی قدس و عمق اراضی اشغالی 1998 منتقل کردن خب وقتی این اتفاق چه خطری برای شما داره توضیح میده میگه که در غزه وقتی اسرائیل اقدام میکرد بیشترین ضربه و خسارت را به هماس وارد میکرد اما حالا این جنبش موفق شده وضعیت را متشنج و بحرانی کند بدون اینکه هزینه ای بدهد فهمین خیلی رو ها یعنی تو میدونی که بچه‌ای که توی غزه هستن با تو دشمنن بعد احساس میکنی که اینا دارن یه کارایی میکنن و تو نمیتونی ببینی چیزی چون کاری نکرده که موشکاش هم مدام داره به سمت دریا شلیک میکنه میگه ببین اینا آماده است من دارم رزمایش موشکی برگزار میکنم تو غزه با من کاری باش با من درگیر نشو چون درگیری منم از جواب بدم همونایی که توی فلسطین دارن علیه دا اقدام میکنن توی نمیدونم اراضی قدس و 1948 و, و کجا و کجا, و کجا با اون برخورد کن خب حرفش منطقیه دیگه ولی تو بخوای حرف منطقی اینو عمل بکنی همین اتفاقات چند هفته گذشته اصلا نمیدونی باید چیکار کنی سردرگمی عملیات انجام میشه مردم کلافن مردم نگرانن چیزی هم نمیتونید عملیات رو جلوی توقفش رو بگیره بعد میگه که قسمت رو اعصاب ماجرا اینجا که هر عملیاتی اینجا داره انجام میشه در بعد رسانه حماس سر حمایت میکنه مثلا اینجا یه شیشه میشینن فوری این بیانیه میده تو رسانش به من حمایت میکنم فوری اقدام میکنه میگه که من هم همراه شما کسانی که این کاری کردید هستم فوری اتفاقی علیه ما میفته اون میگه که من درود میفرستم بر کسانی که این کار رو انجام دادن میگه خب ما الان دقیقا چیکار بکنیم در حوزه میدان که وضعیت اینه در حوزه رسانه هم اون با این رفتارش داره مردم رو به خودش همراه میکنه دوستان عزیز خوب دقت بکنید این گزارش از این جهت مهمه که یک اندیشکده ی رژیم صهیونیستی داره درباره کسانی صحبت میکنه که نه رسانه دارن نه امکانات رژیم صهیونیستی دارن به محض اینکه اسم یکی از نیروهای عملیاتیشون مشخص میشه و توسط صهیونیستا کش میشه همین اخیرا اتفاق افتاد یکی از اینا رو صهیونیستا کش فوری فیسبوکش وقتی اسمش مشخص شد بستن یعنی اسم طرف به من هستن که مشخص شد که این کشته فلانی فیسبوکی طرف بسته شد یعنی در این سطح این داره کار رسانه میکنه سانسور میکنه اینا رو فیلتر میکنه بهشون ضربه میزنه اینا هیچ امکانی ندارن ولی این میگه من جنگ رو باختم 43 سال پیش امروز روزی صدای بوغ های صدام و ساز و منافقین و امثال اینها داشت تلاش میکرد که رزمنده تو نتونه خورم شهر تو رو پس بگیره امروز چهل و خورده سال گذشته و اونها وقتی گزارش می میگن که آقا ما جنگ روایت ها رو از اونو باختیم عملیات روانی هم دیگه نیست این واقعیته این واقعیتی که رو اتفاق میفته این قسمت گذاشت خیلی فوق العاده است ما توی یک چاهی افتادیم و توی یک دامی افتادیم که مقاومت برای ما کار گذاشته بعد توضیح میده میگه این چاه رسانه این شکلیه که رسانه های ما و شبکه های ارتباط جمعی ما اقدام به پوشش و روایت تحولات و اسارات مسئولان مقاومت میکنن و این خود باعث ایجاد رو وحشت شده یا یه اتفاقی رخ داده بعد ما نشستیم تو خونامون مردم دارن در شبکه اجتماعی حرفای مسئولان مقاومت رو منتشر میکنن یعنی این اینو گفته اون یکی اونو گفته قانی اون شکلی گفته رهبرشون فلان حرف زده میگه همینایی که داره بازنش میشه توی روزنامه همون همین داره تولید وحشت میکنه حالا فهمیدین چرا یه نفر تو تهران ترور میشه هنوز نمیدونن کیو زدن عکسش میبرن تو صفحه اول روزنامه به ابری تیتر میزنن که در قلب تهران ترور شد به خاطر اینکه میخواد این فضا رو مدیریت فرمون در رفته از دست اینها فرمون از دست اینها در شرایطی که مطمئنا یک اتفاق مهمی در پیشه در رفته حالا فهم کنید در نهایت چی گفته ببین همه فضا رو اومدن اینا مدیریت کردن در شبکه‌ها همه چیز رو مدیریت کردن تو همین اینستاگرام همه چیز با اونهاست و در نهایت گفته که آقا تنها کاری که ما الان باید انجام بدیم و تنها پیشنهادی که میتونیم بدیم به تصمیم سازهای رژیم سیونسین هست که فعالیت رسانه های خودمون اظهار نظر مقامات و شخصیت ها درباره رهبران مقاومت رو رصد بکنیم و اینا رو محدود بکنیم فهمید چی شد ببین تا دیروزش ما رو محدود میکرد میگفت اینا رو محدود بکنیم که صدای اینا شنیده شد. بعد میگه نه جواب نمیده ما اینا رو محدود میکنیم که خب خوبه ولی بچه های رو باید محدود کنیم تلویزیون خودمون باید محدود کنیم روزنامه اونها باید محدود کنیم که حرفا اینا رو نزنن چون حرفا اینا میزنن مردم رو ترسیدن دوستان فرمون از دست دشمنان ما در رفته چه سال پیش همچین روزی خرمشهر آزاد شده امروز دشمنان ما استرس دارن که جولان و فلسطین و کجا و کجا قراره به دست ایرانی ها و یاران اونها آزاد بشه رفقا در همچین شرایطی جنگ روایت ها رو ساده نگیرید از کنار این مسئله اون کسانی که صاحب هستند هستن ساده نگذرن و بدونن که این مسئله به شدت حیاتی و سرنوشت هست اگر موافق باشید من این گزارش رو همینجا متوقف میکنم چند تا پیام دوست دارم برای شما بخونم یه رفیق مشتی دارم از پاکستان که اصلا یه مدت به من پیام نمیداد از بچهایی که در کراچی هست من خیلی ناراحت بودم اون موقع که من, من پیام نمیداد میگفتن کجا رفیم بنده خدا سر دیگه اون پیام سید حسین عزیزم که یکی از دوستان عزیزش به رحمت خدا رفته بود یه روز به من پیام داد گفتش که با ایشون برنامه رو میدیدم به رحمت خدا رفته الان تنها دارم شب نمر نگاه میکنم نوشته که سلام برادر تحلیلگر گوشی خراب است گوشی پسرم رو گرفتم برنامه ها رو دنبال میکنم دیر زود میشه ولی هر طور شده باید برنامه تون رو ببینم خوش به حال شما که داخل ایران هستین سید حسین عزیزم خیلی ارادت دارم خیلی مخلصم بسیار ممنونم از این پیام ارزشمندی که برای ما فرستادی خوش به حال ما که رفیقای مشتی مثل شما داریم رفیقای با معرفتی که یاد ما هستن و پیام های از این دست برای ما میفرستن به ما خیلی اعتماد بنفسیدن رفیق دیگری عزیز دل من از آذربایجان شرقی نوشتن که سلام و تلیگر مشتی ترین, ترین و پر انرژی ترین پیگیران وطن در اینجا جمع هستن زنده باشن انشالله خیلی مخلصم راست میگه مشتی ترین پر انرژی ترین و با رفقا به لطف خداوند پیگیر برنامه ما هستن و ما لطف دارن بسیار ممنونم از پیام های ارزشمندی که برای من فرستادین اگر موفق باشید همینجا این گزارش رو با یک نکته خیلی مهم تموم میکنم و اون نکته خیلی مهم اینه رفقا امروز در هفته تبلیغات قرار داریم و این ماه هم بگم داخل پنتز از اون ماهایی بود که خیلی نتونستیم. تبلیغات بذاریم روی ویدیو ها به دلایل مختلف من درخواستم از رفقای خودم اینه اون کسانی که مخاطب جدید هستن بهشون توضیح میدم ببین ما رسانه رو از یه دونه پیج اینستاگرام شروع کردیم همه یه تولیدات رسانه ما میرفت رو همون پیجه کپشن داشتیم بچه‌ها مینوشتن میدادیم یا رفیق منتشر میکرد اونجا عکس نوشته استوری میفرستادیم اونجا از اون یه دونه پیج شروع شد فعالیت ما شدیم چندین پیج شدیم یک مجموعه در استان های مختلف به تعداد استان ها الان بچهای ما پیج دارن رفقایی هستن حمایت میکنن. در ما کانال داریم رسانه های دیگه داریم فضای صوتیمون تصویرمون رو شروع کردیم همه اینها با حمایت های شما اتفاق افتاد تصویری که روی صحبت من میبینید بنر حمایتی ما هست من درخواستم از همه رفقا اینه این حمایت رو ولو یک ریال ادامه بدید به خاطر اینکه به شدت به ما کمک میکنه در فضای رسانه که خیلی ها با بودجه های مختلف دارن کار میکنن ما افتخار میکنیم به اینکه با حمایت مردمی شما عزیزان کار رو پیش ببریم حمایت بکنید با قوت جلو بیایید و کمک بکنید که به یاری خدا ما بتونیم با این حمایت ها کار رو پیش ببریم یه جمله هم میگم که بهونه دستی کسی نباشه و اون جمله اینه دوستان عزیز محتوای ما رو دارید میبینید اگر کسی از مدل کار ما خوشش اومد و احساس کرد که تمایل داره از ما حمایت داشته باشه خیلی مخلصم وقت